سلام. سلام به شما. خوشحالم در کنارتونم. مرسی، خیلی متشکرم. خدا به خیر بگذرونه. ان شاءالله. بله بله. تبریک میگم اول بهتون. شنیدم که نوه‌دار شدید و دیگه. بله بله. خیلی خوشحالم از این بابت. اسمش چیه؟ آرتا. آرتا. خب علی سروش که سالها در تپش با ما همکاری داشت، صاحب بچه میشه و مادرش که زهرای عزیز هستش هم نوه‌دار شده. بله بله. آرتا به معنای مقدس، راستگو، راستین. چه زبانیه؟ فارسی. فارسی اصیله. فارسی. مقدس، راستگو. مقدس، راستگو. فامیلش هم راستیانه اتفاقا. چه جالب. آرتا راستیان. آرتا راستیان. خوبه. همون راستیان معنی اسمش هم همون. راستیان. آره نه بله. خوبه. به اینجا میخواد دیگه. بله. راحت بچه‌ها میتونن بگنش. آرتا. اسم شما سخته واسه آمریکایی یا راحته؟ سخته. برای همین یا میگم زارا. آره. یا هر جا میرم میگم زی. دیگه چی میگم؟ همون زی بگیم، زی. راحت تره. ولی خب به خاطر اینکه الان نگاه کنیم که یکی از هنرمندهای معروف هالیوود هم اسم بچه‌شو زهرا گذاشته. آنجلو جولی. بله 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 بله. واسه همینم دیگه خوبه دیگه. دیگه عادت میکنه. اسما داره همه جا قاطی میشه دیگه. مثلا قبلا یکی سی اس پی زهرا بود، میگفتن حتما مثلا مال ایران یا مال کشور عربیه. ولی اینجوری نمیشه. خب یه زمانی ما مثلا 20 سال پیش من وارد تپش شدم، بعد من بچه بودم. بله بچه بودم، ولی ایشون دوتر نوه دار شدن تا من. حالا هر دو نوه داریم، ولی هر دو جوان موندیم، بچه ها بزرگ شدن. من همش میگم این دور زمونه اینجوریه دیگه، زندگی سریع میگذره. آره. به ما چه که زمان میگذره. بله. به ما چه که حالا کی مثلا چه تاریخی میاشه، موضوع همون روزه که چجوری درسته. احساسته. یه چیز جالبی که هست، البته من اینو قبول ندارم از لحاظ سن فقط یک نمره است یا یک عدده. نه نه، اونم منم قبولش ندارم. به نظر من سن یک عدد نیست، جذابیت دیگه داره که اونم تجربه هاست، حرف هاست، لغت هاست، جمله هاست، همه این چیز هاست که اگر نگاه آفرین. یه سری آدم ها البته مثلا صحبتش میکردیم، گوساله میان گاف میرن، شنیده بودی اونا؟ بله. اونا هستن. یه سری هم هستن. بله گوساله. یه سری هم هستن گوساله میان گوساله میرن. گوساله میان. آره فرق نمیکنه. ولی یه سری آدم هم هستن که نه، دوست دارن در این راه گذر، در این زمان یاد بگیرن چیز مختلف باشن. 100% اثرگذار. 100% 100%. به خاطر اینه که اون که میگین مثلا گوساله میاد گاو میره، چون اثری نمیذاره. یعنی ممکنه 100 سال هر چند سال عمر بکنه، ولی چون اثری نذاشته وقتی میره میره. آفرین. ولی وقتی بعضیا هستن تو سن پایینم هم میرن، ولی همیشه هستن. هستن. همیشه حضور دارن. و اون تأثیری که میذارن، حالا چه از طریق هنر باشه، چه از طریق به دست آوردن دل یه نفر باشه، جرأت دارن که اگه تو سری هم خوردن دوباره بلند شن. این آدما یه کتابی میخوندم، میگفتش که دنیا مثل رخکنه، اگه پنجره رو وا میکنی داری آدما رو نگاه میکنی، فکر نکن همشون آدمن. اینا لباس پوشیدن در میارن میرن، لباس رو میذارن میرن. یعنی همین موضوع رو داشت. حالا بدون رو درواسی شما میگین گوساله میان گاو میرن، اگر آدم نتونه دل کس رو به دست بیاره، تاثیرگذار باشه و سنش میره بالا، مهربون تر نشده باشه، محبت نداشته باشه، من قبول دارم همونی که شما میگین. بله. ببینید من فکر کنم که ما تا برامون یه مسئله پیش نیاد متوجه ارزش زندگی نمیشیم. اینم یه مسئله دیگه ایه. یعنی شما نگاه میکنین، چند وقت پیش یک فیلمی نگاه میکردم، یعنی دو سه تا فیلم ها هستن که تو این فضا قدم برمیدارن، اونم در رابطه با حمله ناتسی ها بود به یهودیان و قتل عام یهودیان و اون جنسایدی که دربارش همه جا صحبت هستش. و بعد یه تصویریه، فرق نمیکنه طرف دکتر بوده، طرف مغازه دار بوده، ثروتمند بوده، مواظب این بوده که الان نقره هاش، چون در اون زمان نقره خیلی ارزشمند بوده، نقره هاش و اینا رو از بین نره. و بعد یه لحظه میرسه که شما همه اینا رو حاضری پشت سر بذاری و زندگی کنی و از یک نقطه به یه نقطه بری با یه چمدان، و بعد باز دوباره از اون چمدان شما تبدیل میشی به اینکه اون چمدان و هر چی داری از تن بکنی، یک لباس راه تنت کنن و تمام نشانی تو و تمام
باز باقی مونده تو و چیزی که از شما باقی مونده اینها به صورت یک شماره شما تبدیل بشه که اون شماره هم خالکوبی بشه روی دست شما و شما رو فقط به عنوان اون خالکوبی و اون نمره بشناسن، نه هیچ چیز دیگری. و تمام این لباس هاست که انبار میشه بغل هم دیگه و بعد حالا یا سوخته میشه یا دزدی میشه، جواهراتش از توش در میاد، همین حرفا. با اون اشخاص همونا هستن، برای همین زندگی ارزش دیگری داره و ارزش بیشتری داره. ولی سن یه نمره هستش اصلا کاملا مخالفم باش. حالا تو همون دوران مثلا ما میخونیم که یه نفر مثلا میره زندان، به همون راه راه تبدیل میشه، ولی چون از درون رو خودش کار میکنه و امیدش رو از دست نمیده، میاد بیرون و کتاب مینویسه و بله. کار انجام میده و کسایی هم هستن که خب از بین میرن برای همیشه. میان بیرون بدتر شدن. بدتر شدن. آره آره. شماره بالاترین توهینیه که به یک انسان میشه. وقتی میخوان میبینی وقتی اسم یکی رو به زبون میاری حالش خوب میشه. اسم و سمت و فامیل و اینا به آدم حال خوبی میده. وقتی ازش میگیری شمارش میکنی و دنیای تکنولوژی چون داره آدم ها رو بعضی وقتا به شماره تبدیل میکنه، حال آدم ها زیاد خوب نیست. یعنی اون حالی که آدم ها با هم رو به رو میشن، چشم تو چشم میشن، از نظر فیزیکی توی فضا هستن رو داره ازشون میگیره و مصنوعیشون میکنه و از راه سوشیال میدیاش همه شماره میشن برای هم دیگه. اگه هستی هستی، مثل حالا این کلاب هاست. من تازه رفتم تو کلاب هاست، انگار دیر اومدم چون الان در حال زواله فکر کنم. نه اتفاقا الان درستشه. الان درستشه. ببینید کلاب هاست واسه این درست نشد که 8000 نفر با هم دیگه برن توی یه صفحه. کلاب هاست واسه 10 نفر هم میتونه باشه، واسه 20 نفر هم میتونه کوالیتی باشه. کوالیتی باشه خوبه. آره کوالیتی مهمه، چون روزه اول اینا همه ماها مسئله ماست. همه ماها یه هولی میکنیم که بله بیایم بریم رو کلاب هاست امروز درباره این، حالا درباره اون، مثلا امروز چه حالی داری، چه کسی رو دوست داری، چه کاری، همینطور سوژه های مختلف. در صورتی که من چند تا اتاق مختلف غیر ایرانی هم عضو هستم، مثلا یک اتاقی هستش که یه سری تهیه کننده ها و نویسنده های هالیوود اینا با هم دیگه انجام میدن. و بعد خیلی جالب بود، پیروز داشتم گوش میکردم، خانم گفتش که خب ما هر هفته بودیم، من الان بهم یه کار خورده و یه سناریو خورده، نمیتونم هر هفته بیام مادوریت کنم، بیایم اگر ممکنه از این بعد دو هفته یه بار ما انجام بدیم و جلسه بعدی ما مثلا پنجشنبه آینده، نه پنجشنبه بعدش ساعت فلا. ببینید مردم ست میکنن توی صفحشون. مال ما اینطور نبود. خب قبل از انتخابات یک هیاهوی بالا بود، یا اون روزای اول یه هیاهوی بالا بود. بعد رفته رفته ایرانی ها میومدن صحبت میکردن. چند تا از تلویزیون ها مجریاشون مدام از اتاق به اتاق دیگه و خودشون جوابگو بودن. به جای رسید که 3 تا 4 تا از این شبکه های تلویزیونی، از جمله Voice of America، BBC ایران اینترنشنال و MBC پرشیا، این 4 تا به مجریاشون گفتن شما نباید بید اون رو. نباید. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی زیر سوال بودن. یعنی چندین بار مسائل براشون پیش اومد که اینا دیگه بهشون گفته شد شما نرین تو صفحه های کلاب هاوس. اگر میرین درباره برنامه خودتون باشه اشکال نداره، ولی درباره مسائل دیگه شما نرید تو اون صفحه ها و حضور نداشته باشید. برای همین الان یه دفعه میبینید که یه سری از اینهایی که روز اول خیلی شلوغ بودن و خیلی سر صدا میدیدیشون دیگه نمیبینید. چرا اجازه ندادن؟ ببینید چند تا مسئله است. یکی وابستگی های این شبکه هاست به کشورهای مختلف یا به دولت های مختلف. من و تو هم الان همین مسئله رو داره اگه توجه کرده باشید. من و شما که نه. نه من و تو تلویزیون هم شده هم بیم. ببینید ما حدوداً 5 تا شبکه داریم که مستقیماً حمایت دولتی میشن. حالا 2 تاشون از کشورهای عربستان سعودی اینترنشنال، که 2 تاشون هستن MBC و اینترنشنال، که زیر سیاست عربستان سعودی قدم برمی‌داره. 3 تای دیگه هستن که زیر سیاست آمریکا و انگلستان قدم برمی‌داره. متوجه؟ درست. واسه همین
اینو محدودیت دارن. آره اینا مجریان چون حقوق میگیرن هر چی باشه باید با اون چارچوب قوانین دولت آمریکا و دولت انگلستان قدم بردارن. این قوانینشونه. یعنی مثلا میگم برای خیلی ها شاید این مسئله رو ندونن که شبکه های که ما اسمشون رو آوردیم هیچ کدومشون در آمریکا روی ساتلایت پخش نمیشن. نمیتونن چون بودجهش از نه چون قانون کشوری آمریکا باید صحبتی که شده که این شبکه ها واسه خارج از مرز ساخته شده، ولی چون بودجهش هم از آمریکا تأمین میشه این بودجه برای خارج از کشور تأمین شده. بله ولی اجازه اینم نداره به خاطر اینکه سیاستی که عنوان میشه سیاستی که برای خارج از آمریکاست. بله و نمیتونه، یعنی شما شبکه مناطور رو روی ساتلایت آمریکا ندارید، شبکه ام بی سی پرشیا رو روی ساتلایت آمریکا ندارید، وایس اف امریکا رو با اینکه اسمش وایس اف آمریکاست ندارید تو آمریکا. درست. متوجه. یا بی بی سی رو تو آمریکا ندارید روی ساتلایت. این هات شبکه‌ای هستش که برای خارج از مرز درست میشه. متوجه. از طریق سوشال میدیا و اینا رو مردم میبینن. میشه تکتیک آره ولی برنامه رو نمیشه دید. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که شما وقتی که میاد یه همچین حرکتی برمی‌دارید یا همچین قدمی برمی‌دارید باید توجه به داشته باشید که CNN خیلی راحت CNNی که ما در آمریکا میبینیم CNN نیست که شما در دبی میبینید، CNN نیست که شما در ترکیه میبینید، CNN آمریکا سیاست CNN آمریکا را داره، اخبارش بیشتر درباره آمریکاست. شما ممکنه در اینجا کشورهایی که آمریکا لابی میکنن یا حمایت میکنن رو بیشتر پررنگتر میبینید تا اگر به کشور عربی، وقتی در یک کشور عربی هستید CNN اونجا به این صورت که در آمریکا دارن مثلا میگم یک کشوری رو حمایت میکنه اونجا اینطور نباشه، درست برعکسش داره عمل میکنه. درست برعکسش. آره اتفاقا یه ریسرچ و مقاله هایی اومده بود راجع به همین موضوع که بعضی از کشورها به خصوص خاورمیانه برای اینکه مردم رو خوشحال بکنن میان اخبارای منفی از کشورهای دیگه نشون میدن. مثلا نشون میدن آ ببین این کشور آمریکا مثلا چقدر بدبختی داره، یعنی دوربینا میاد روی بدبختی های کشورهای دیگه برای اینکه حال آدم خوب. ولی ضرر بزرگی که این قضیه داره این ریسرچ نشون داده بود اینه که آدم ها از نظر نوروساینس یعنی کانکشن های مغزشون طوری میشن که بدبین میشن. مثلا اگر یه مهمانی میرن فقط منفی ها رو میبینن، اگر میرن یه جایی مثلا لباس شما رو میبینن فقط میگردن، یعنی سیستم مغزی آدمای اون کشور به خاطر نوع اخبارشون تغییر میکنه و اینا بدبختی ایجاد میکنه و این خیلی بده. یعنی دیدین بعضی از آدم ها رو مهمونی میرن آ دیدی خورد زمین، دیدی زنش این کار رو کرد، دیدی شوهر، یعنی حواسشون فقط اینه که شکار منفی بکنن. مغزشون اونجوری درست شده و میگفت بیشتر تو کشورهایی که اخبار منفی از کشورهای دیگه نشون میدن این ضرر بزرگ رو داره برای مردم. ببینید رسانه گروهی یا تلویزیون یا رادیو این رسانه ها روی حساب دموگرافیک کار میکنن. یعنی نگاه میکنن که تا کجای دنیا چه چیزی لازمه، چه نوع، مثلا حتی آگهی ها همین حالتی داره. مثلا در کشور در لس آنجلس چه جور آگهی میپسنده یا مخاطب در چه فضایی قدم برمیداره، همین شیوه برای نیویورک نیست، همین شیوه برای تگزاس نیست. تو تگزاس شیوه دیگری بر لباس دیگری میپوشن، تبلیغ دیگه. شما در لس آنجلس کفش کبایی یا کلاه کبایی نمیبینید، اون چکمه رو نمیبینید تو تبلیغات. درسته. ولی اگر به یه جا دیگه میبینید نوع حتی برنامه ریزی ها با ساخت برنامه ها ساعت برنامه ها با هم دیگه این مسئله رو داره. درسته متوجه. حالا جالب اینه که حالا من هی همش میرم مقاله و ریسرچ ها رو دوست دارم اینجوری. یه ریسرچی راجع به تبلیغات بود که آیا قیمت یه جنسی تأثیر روی مغز آدم ها داره یا نه. مثلا شما توی گلف آخر مرحله که میرسه به اون سوراخ آخر از یک نوع این چیه که میزنن به توپ اسمش چیه؟
گلف سوینگ از سوینگ از یه چیز مخصوصش استفاده میکنه. خب درسته که چوبای مختلف داره. بله. حالا بهترین و با کیفیت ترینش میگن نایکیه. خب از نظر گلف بازا آره میگن نایکی. حالا اومدن به افرادی که رسیدن به اون مرحله میگه اگر با دو تا سه تا بزنه، مثلا هرچی کمتر بزنه خب اون برنده تره، اگه بیشتر بزنه خب. حالا به یه عده نایکی دادن، به یه عده دیگه هم نایکی دادن ولی کاور کردن نایکیشو، گفتن این جنسش خوب نیست، این الکیه. حالا اونایی که نایکی دستشون بوده از نظر مغزی راحت تر زدن و تو سوراخ آخر وارد کردن به اصطلاح گلفشون و برنده شدن. اون کسایی که بهشون گفتن این نایکی نیست با لباس ورزشیشون شاید. نه 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 آخه چوب گلف نایکی نداریم ما. جنسش میگن باید نایکی باشه. نه چوب گلف نایکی نداره. گوچی هم میگن داره ولی اون گران قیمته. گوچی ممکنه داشته باشه ولی نایکی چوب گلف نداره. زهرا جان تو ریسرچ که نوشته بود داره، حالا اینم بریم بفرسیم ببینیم نایکی داره یا نه. من برام تازگی داره. آره. اگر بدونم نایکی داشته باشه. بهترینش نایکیه که این تو این ریسرچ نوشته بود. اوکی. حالا به هر حال جنس خوب، جنسی که مرغوبه و بیشتر معروفه، حالا بخوایم نایکیش هم برداریم، به کسایی که گفته بودن این جنسش خوبه و گرونه اعتماد به نفسشون بالا رفته بود، فانکشنال امارای مغز هم گرفته بودن، همون قسمت هیجانی مغز بیشتر شده بود. بله. و نشون میداد که قیمت یه چیزی وقتی بالا باشه چقدر تأثیر میذاره. درسته. روی حال خوب افراد. بله. کاملا همینطوره. لباس هم همینطوره. شما لباس ورزشکارا رو شما نگاه کنید، طرف ورزشکاره مثلا اون لباسی که تنش میکنن یا اون جرزی که میپوشه به همون که گفتی غیر از این حالا حس خوبی داره تو مغزش هم تأثیر میذاره. آره آره اینو میشه تأثیر میذاره. مگر اینکه یه کسی باشه، یه گلف بازی باشه که کارش خیلی حرفه‌ایه و خیلی کارشو میدونه، رو اونا تأثیر زیاد نذاشت. ولی رو آدمایی که مثل هم مساوی متوسط بودن، کسایی که بیشتر از قیمت بالا ولی تأثیر مثلا گوچی که حالا از دستش طلایه و اینا اونقدر اثر نداشته، ولی گفتن نایکی که مرغوب تره و ظریف تره، حالا این نایکی تو مغز من اومد برم سرچ کنم ببینم. آره فکر خوبی هست. آره آره. آره موافقم من با این مسئله. 100% تأثیر میذاره تو هر چیزی. شما توی آره. ستی که اجرا میکنید برنامه، وقتی اون ست اون زیبایی رو داشته باشه بهتر برنامه تو اجرا میکنی. وقتی راحت نباشی یا کامفتبل نباشی روی ستی به اون خوبی برنامه تو نمیتونی اجرا کنی. حالا درسته که حرفه‌ای بودن انسان‌ها نقش موثری داره و این در طی زمان این مسئله حل شده. ورزشکارها با حرفه‌ای شدنشون مهم نیست براشون، تو زمین خودشون دارن بازی میکنن یا تو زمین دیگری بازی میکنن. اما یادتون باشه زمانی که میرسه به نیمه نهایی یا به نهایی، تو زمین خودت بازی کردن خیلی باز دوباره اهمیت بیشتری داره تا تو زمین دیگری، چون خودتون خود به خود تنس هستی. درسته. یه چیزی ورزشکارا دارن بهش میگن میوت مکانیزم، که این خیلی مهمه برای مجریای تلویزیون، برای کسی که جلو مردم برنامه اجرا میکنن این خیلی مهمه. بچه‌ها به من میگن بلاک میکنی، این بلاک نیست، این همون میوت مکانیزمه. من اگه بخوام، بله شما که دارید صحبت میکنید، من اگه دارم یه کاری میکنم نمیشتم شما رو، ولی این مثلا اون نیستش، این تمرینیه، همون حالت مکانیزمی هستش که شما تو مغزتون به وجود بیانید، که مثلا اگر دارید یه توپی رو شوت میکنید تو بسکت، جمعیت رو نمیشتوید. درسته. چون اون جمعیت انقدر فوکستون میشه که فقط اون رو میبینید. و اون حرفه‌ای بودن یک مجریه، یه ورزشکاره که بتونه این تمرین رو بکنه. درسته. که بتونه این کار رو انجام بده. یه چیزی صحبت میکرد، یکی میگفت خواننده من داشتم حرف میزدم داشت به من نگاه میشد. یه خواننده، ببینید توجه رو داشته باشید، اول از همه اکثر خواننده ها یکی این که انقدر روی اون صحنه بودن که لبخونی رو میتونن بفهمن که کسی لبش تکون میخوره چی داره میگه. این خیلی مهمه، چون خیلی متوجه این مسئله نیستن. آره. دوم این که شما اگر صحبت بکنید، شما فکر کنید چون صدای موسیقی بلنده این طرف خودش باید بشنوه، اینطور نیست. در خیلی مواقع شما رو قشنگ میتونه بشنوه.
سه چهار اگه یه خواننده دیدید اینجوری کرد و داشت میگه من ندیدم تا نیم ساعت اول برنامه دروغ میگه. ای وای راست میگی؟ آره دروغ میگه. بله اکثرشون میکنن. دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ چون یه خواننده حرفه‌ای یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه ممکنه نور رو با چشش کنترل نکرده هنوز. بعد از دو سه دقیقه شما کنترل میکنین نور رو و از زیر نور میتونی ببینی جمعیت رو. حالا تر رو نمیتونی ببینی. من یه داستان جالب دارم سر یکی از هنرمندان عزیز. ما بعضی از سالن ها که برنامه داشتم، من سری کنسرتی بود، بعضی از سالن ها آخر سالن جمعیت مثلا نبود، درسته؟ این طرف وقتی میخواست سالن رو، اولا ما سالن رو تاریک ما میکردیم، بعد زمانی که این میخواست اون صحنه رو ببینه، درست من برعکسش یه چیز داری بهش میگن بلایندرز، این نور رو مستقیم میزدم تو چشش. متوجه؟ چرا؟ چون تأثیر میذاره تو روحی آرتیست اگه ببینه صندلی خالی داره. درست. برای همین ما نمیذاشتیم این نور جمعیت ببینه. متوجه هستی؟ اونجا هستش که هیجان کمک میکنه به خواننده. هیجان کمک میکنه به مجری. اصلا اگه میخوان یه برنامه خوب یه خواننده ببینی، 100% برایش هیاهو رو بندازید. زمانی که شما یه برنامه رو نگاه میکنید، اگه میخوان داغون کنید یه آرتیستو، به خصوص اون 4-5 ردیف اول هم تو فقط نگاش کنید. این هر کاری بکنه فقط نگاش کنی، این یه دیمیه نمیم چیکار بکنم به خدا طرف دیوانه میشه. درسته طرف دیوانه میشه و این اصلا هیچ راه دیگه نداره. همون پس پروموت کردن و اینکه چه کسی کنسرت گذارم هست و چه نوع پروموت میکنه، اون صد درصده. خیلی حاله، چون به خصوص در خوانندگی و کسی که رو استیج میره هیجان کمکش میکنه. کاملا. برای سخنرانی هم همینطور، آدم بینه صندلی یا خالیه دیگه اصلا وا میره، اون هیجان رو نداره که از خودش مایه بذاره. و به خصوص اون اشخاصی که اون جلو هستن. آره. اگه شما هیجان نداشته باشن اونا، شما مطمئن باشید اون آرتیست شبش خرابه. آره راجع به قیمت داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقا در مورد شراب این کار رو کرده بودن. مثلا یه سری شراب $5 بوده، یه سریش $95، سری $45. این قیمت ها رو عوض کرده بودن و داده بودن به یه عده. خیلی مفصل بوده البته، ولی خلاصش این بودش که اون $5 دیدی بعضی وقتا قیمت پایینه، ولی طعمش رو شما دوست داری، ولی میگی اگه بگم خوبه چیپ نشون میدم. مثلا اگه من بگم $5 قشنگه، کلاسم میاد پایین، آدما این پیچیدن خیلی. بعد این قیمت‌های شرابا رو عوض می‌کنن، $5 یا $45 $90، بعد اون $5 مثلا میشه $45، اون برعکس میشه. بعد $5 رو به جای $95 همه خورده بودن، خیلی هم طعمش رو تعریف کرده بودن، و برعکس مثلا $90 خورده گفتن نه زیادم خوب نیست. از رو قیمت مغز آدما، و اینو یه سری میمون هستن که خرید کردن بلدن. کارشون اینه که پولشون میدن، ژتون میدن بهشون، از این کوپن ها میدن، میرن خرید میکنن. بعد میگفتش که یه دونه کوپن دادن به این میمونا، بعد دریچه گذاشتن، با این کوپن میتونن مثلا 3 شکلات سبز بگیرن یا 1 شکلات مرغوب قرمز. اینا میرن سراغ ستایی ها، یعنی میدن 3 رو میگیرن. حالا بعد اینا رو مجانی کردن، ژتون هم بهشون ندادن، گفتن برید هر کدوم رو میخواید، دوباره میرن همون سبزا رو میخرن که ستا رو میگیرن. نشون میده که میمونا و حیوانات دیگه تاثیرگذار نیست روشون جو و افکار دیگران، ولی ما آدما افکار دیگران باعث میشه که چجوری تصمیم بگیریم. داله. ولی قبول نمی کنیم، میگیم این تصمیم خودم گرفتم، در صورت که اینطور نیست. تبلیغات، این که چه حرفایی زده بشه، از کجا شنیده باشیم، قیمت چی باشه، اینه که بعضی از مثلا برند ها ممکنه متریال ارزون باشه ولی قیمت بالا میدن، چون میدونن مردم بهتر استقبال میکنن. موافق هستم. خب پریزنتیشن خیلی مهمه باز که شما اون جنس رو دوباره چطوری میخواید به عرضه کنید. درسته بریم برگرد زمان گذاریم. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش
یک مثلا شما امتحان داری، میری امتحان بدی، سال اول بلد نیستی، حالت میگیره. ولی اگه سال اول، دوم، سوم، پنجم هم بلد باشی، حالت خوب نمیشه. این باز دوباره نشون میداد که آدما مغزشون چقدر رو منفیا فوکس میکنه. و میگفت رابطه هام همینطوره. دیدین که مثلا توی دنیای روانشناسی میاد توی اتاق روانشناس مثلا میگه این چقدر چشم رو نداره این زن من، این همه طلا براش خریدم، مسافرت بردم، این همه کار براش کردم، باز اون فوشی که مثلا دادم به خانواده‌اش یادشه. میگه بیشتر جدایی ها هم حواستون باشه برای اون نکات منفیه. منفی ها از ذهن ما نمیره، حالا یا به خاطر قانون بقای یا برای سروایو کردن زندگی بوده در طول تاریخ. آدم ها منفی ها بیشتر تو ذهنشون میمونه. مثلا شما میرین یکی براتون مفصل غذا درست کرده، یه موی کوچیک توش میبینین، این دیگه میمونه تو خاطرتون. و میگفت اگه آدم بی آزاری باشین در نهایت موفق ترین تو رابطه ها، تا آدمی باشین که هی اذیت کنین، هی بخواین جبران کنین. بعد اگر مثلا مثل یه قمارباز $1,000 میبازی، اگه $1,000 ببری هنوز حالت خوب نیست، باید چند برابر ببری تا اون حال بدت رو جبران کنی. درسته. بنابراین میگفت چون اینا رو اگه بدونیم تو رابطه هامون موفق میشیم. این بیشتر زن و شوهرها یا افرادی که رابطه ها به هم میخوره به خاطر خوبیایی که کردی براشون نیست، به خاطر یه حرف یه دفعه، یه چیزی که گیر میدن. میشه دیگه، همیشه گاهی وقتا یک حرف توی ذهن انسان ها بیشتر میمونه و تأثیر زیادی هم میذاره. خیلی سعی میکنم من واسه من این حالت نباشه، خیلی سعی میکنم که چطور نباشه، که اون بخش منفی رو نداشته باشم تو ذهنم. یعنی از دیگران خاطر نذاری؟ آره، نذارم، خاطر نذارم تو ذهن خودم. و خب با در کنار اون به این فکرم میرم که گاهی اوقات نیاز بر این هست که خودت اول نباشی تا دیگری هم ازش نگیری، تا خودت هم منفی نذاری تو ذهن دیگری. این خیلی مهمه، این مهمه که تو خودت منفی نذاری تو ذهن دیگری. ولی خیلی سخته، مثلا وقتی آدم عصبانی میشه این کنترل و سویچ کردن خیلی مهمه، چینج بشی. اینو اگه ما یاد بگیریم، من خیلی سعی میکنم که کنترل کنم خودمو، جدا میگم. آره، نه میبینم، خیلی سعی میکنم. همینطوره سعی مهم بیشتر با طنز ردش کنم بره. آها، تلخی ها رو با طنز مخلوطش میکنه، خب اون خوشمزه میشه، بعدم میشه از زیرش در بری. مثلا اگه طرف گفت که چرا، میگه بابا شوخی کردم. حالا میگه نصف بیشتر شوخی جدیه، البته همیشه یه کمیش جدیه، ولی شوخی هم اگه نباشه که اذیت میشه آدم. ولی کلا میگن خانوما این خاصیت رو دارن که تو ذهنشون میمونه، ولی آقایون هم میمونه، منتها میگذرن هی. بله. به خاطر ادامه زندگی. بله، گذشت بیشتره در آقایون تو در خانوم ها. من این تجربه رو دارم، چون شاید حالا کمتر با خانوما بودم، 4 برادر داشتم، دیدم واقعا. ولی نمیدونم، شاید خانمام داریم تجربه میکنیم که گذشتمون زیاد بشه تو دوستی ها. ولی هیچی بهتر از این نیست. اینکه از سن و سال صحبت کردیم، یکی از تجربیاتم همینه، هیچ چیز ارزش رنجیدن و رنجوندن رو نداره. درسته، اصلا ارزش نداره. سر ما خب همیشه درباره رادیو صحبت میکنیم تو لس آنجلس، که مالی خانم ایرانیه، برام خانم یاسمن گلچین. بله، رادیو. بله. رادیو گلچین لس آنجلس هستش و ایشون هم یه خانمی زحمت میکشه. بله، و کار خیلی خوبی هم انجام میده و زحمت میکشه. بله. من دوست دارم به عنوان اینکه پرسپکتیو حالا خودتو بگی در رابطه با رادیو قاصدکی خودت، که آره، به چه صورتی هستش، چه کار میکنی با قاصدک و آره، در چه فضایی قرار داره و فضای رادیو قاصدک چی هست اصلا؟ ببین، من از روزای اول که حالا گوینده رادیو بودم، اصلا کارم با رادیو شروع کردم، رادیو رو خیلی دوست دارم، شروع کردم. همینجوری به مرور زمان تو همه رسانه ها، به خصوص رادیوهای مختلف که بودم، همش دلم میخواست که این قسمت، نمیگم فیک، قسمتی که بیشتر تبلیغاتی هستش و اطلاعاتیه رو کمش کنم و قسمت واقعی رو، مثلا مثل اینفورمیشن هایی که دکتر کارندیش میده، مثل اینفورمیشن های دیگه که به خصوص توی دنیای الان که یه عالم اطلاعات هست ولی علم نیست. درسته. یعنی شبه علم
اومده زیاد شده. حالا خود علم اصولا خودشو هی تغییر میده و رشد میکنه و عوض میشه کاملا. ولی بر مبنای یه چیزی این کار داره انجام میشه و علم همیشه خب مثل واکسن ها که واقعا کمکمون کرد خودشو ثابت کرد. اینا چون قارش میشده بود تو دنیای رسانه ها و شنونده و بیننده نمیدونه کدوم تبلیغه، کدوم فروشندن، کدوم دکترن، کدوم راستن، کدوم دروغن، من اومدم با یه تعدادی از کارشناسایی که واقعی بودن، از جمله دکتر کاراندیش عزیزمون، دکتر بابک کاتب، دکتر فوجان زینی عزیز و عزیزان دیگه، همه و همه نشستیم گفتیم یه رادیویی رو تأسیس بکنیم که اولا خسته نکنیم همه رو. و اونو با خودتونم مشورت کردم که اولین واقعا حرفی که اومد که دیگه زمانش گذشته که زیاد پرگویی بشه و اینا، حوصله دیگه نیست، کوتاه باشه، شسته رفته باشه، تمیز باشه، اطلاعات واقعی و به روز باشه، اینا رو بدیم و در چاشنیش هم موزیک و ادبیات و قصه و داستان و چیزایی که خوشمزش بکنه، که خدا رو شکر الان گروهمون خیلی قوی شدن. مثلا همین آقای دکتر ثابتیان عزیزمون، پدرام از آلمان، یکی از بهترینای دنیا هستن. بلیشان. بهترین عملای آورتو انجام دادن تو دنیا، بسته که اصلا نبوده تا حالا که باز نکنن و رگ آورتو جالبه. جالبه اول شدن که الان پیوستن به ما در رادیو قاصدک. چه خوب. از فشار خون راجبش صحبت میکنن. یادتونه برنامه تاچ؟ بله خوب. مال خودتون بود، روانشناسا رو ما دعوت می‌کردیم در تپش و ایده‌ای بودش که یه سوال از روانشناسای مختلف میشد. البته چون دنیای روانشناسی دنیای متفاوتی هست تا پزشکی، یه ذره تفاوت تو صحبت‌ها هست. هر کسی یه چیزی میگفت. آره اتفاقا دیشب تو کلاب هاست من همین رو گفتم، مشکل آدم‌ها با روانشناسا اینا که الان همه گیجن، نمی‌دونن کدوم روانشناس درست میگه. درست میگه. و روانشناس بعد از میخوام شما رو میتونه به مرز جنون ببره، نابود کنه. یادتون باشه اینا، روانشناس بعد یا روانپزشک بعد فرق میکنه، میتونه شما رو به مرز جنون ببره. یعنی یه آدم سالم رو دیوانه کنه و یه روانشناس خوب میتونه یه آدم دیوانه رو سالم کنه. دقیقا. این خیلی مهمه. خیلی مهمه. چه کسی در مقابل شما چون صحبت به زبان انگلیسی ما داریم یه لغتی میگن talk is cheap، صحبت کردن مفته، ارزونه، میدونی چی؟ خیلی ارزونه. تو خیلی راحت میتونی صحبت کنی، حرفتو بزنی، اما هر یک جمله‌ای که استفاده میکنی در مقابل یک بیمار که بیمارش روانی هستش میتونه تاثیرگذار باشه. شما میتونی با یک جمله درست اون آدم رو دگرگون کنی و حالش خوب کنی با یک جمله درست. و درست برعکسش هم خیلی راحت میتونی با یک جمله نادرست طرف از بین ببری. کلیده دیگه. و برای همین من رو برنامه تا چه که روزی که خدمت شما گفتم این برنامه رو انجام بدیم به خاطر این بودش که من فکر کردم که ما باید ببینیم روانشناسای ما هر کدومشون وقتی در مقابل دوربین درباره یک سوال قرار میگیرن چگونه برخورد بکنن با این مسائل. درسته. وقت دنیای الان به خصوص تو پزشکی هم همینه. الان در سال آمار داریم توی آمریکا که میلیون ها نفر به خاطر اشتباهات پزشکی اون جای خودش اون جای خودش. روانشناسی که دیگه فاجعه اش بالاتره. بنابراین من گفتم یه عده آدمی که تعهد داشته باشن کاسب هم نباشن. آفرین. کاسب نباشن، نخوان مطب نداشته باشن، نخوان پول بگیرن از مردم و اینفورمیشنی رو بدن که حالا منافعی درش باشه، اینا دور هم جمع بشیم و اینفورمیشن ها رو بدیم که خدا رو شکر این قاصدک الان همین کار رو داره میکنه، اولش جوانه داره میزنه ولی فکر میکنم انشالله مطمئن هستم یه جایی بره که داره جاشو باز میکنه. مثلا دکتر ثابتیان عزیزمون جوانی که واقعا نابغه است الان در آلمان که ایشون موزیسین هم هستش، آهنگساز هست و خیلی خیلی نابغه، پیوسته به ما و فشار خون داره تعریف میکنه، علائمش چیه، اصلا این رگ ها چی هن، چی کار میکنن. بیدید که البته استاد فشار خون، متخصص کامل فشار خون دکتر کاراندیش خود ما هست. بله آف کورس، ایشون اصلا رشته شونه نفرولوژیست. بله بله ایشون. خب مسئولیت قسمت پزشکی رادیو قاصدک اصلا با ایشونه، با آقای دکتر کاراندیش. بله بله. یعنی ایشون من باشون مشورت میکنم. بله مثلا بله. یه نفری بودش که گفتم آره ایشون میخوان بیان، گفت که خیلی خوبه، هیچ وقت منی منفی صحبت نمی‌کنم ولی از مثبتشون منفی‌ها رو می‌گیری خودت. بله. گفتن خیلی خوبه.
نه کلک نیست، زیر پوستی حرف میزنه، خیلی خوبه، حال آدم بد نمیشه واقعا. این از خیلی هنره. نه یه بار یه جمله قشنگ گفت، من درباره بیماری صحبت نمیکنم، درباره سلامتی صحبت کنم. خیلی حرفش قشنگ بود، حرف قشنگی بود، خوش آمد از این حرف. من الان یکی از عزیزانم که دوچاره بیماری شدن واقعا ازشون کمک گرفتم. روز اولی که نمیتونستیم چطور باید بهش بگیم، بله از ایشون. به خودشون گفتید؟ بله. نه دکتر کاراندیش بهشون گفتن اولین بار، چون ما نمیدونستیم واقعا چطور باید برخورد کنیم، چی بگیم، از چه کلمه استفاده بکنیم که غلط نباشه و مثل همون شما که فهمودین مثل تیغ جراحیه. بله. اولین باری که میخوای در مورد بیماری یک شخص بهش بگی و همینا رو دوست دارم تو قاصدک گفته بشه که پزشک چرا اینقدر به قول آقای دکتر کاراندیش چرا باید بدخط باشی، چرا باید رک بگی، چرا باید ملاحظه بیمار و اطرافیانش رو نکنی، چرا باید سوء استفاده از مستحصل بودن دیگران بشه. آفره. وقتی یکی ناچاره چرا باید سکرتری باش بد رفتار بکنه. این چیزا فرهنگ سازی. دکتر چی گفت؟ دکتر باش صحبت کردم، من آوردمشون رو خط این عزیزم ها که یعنی حالا داریم با هم صحبت بکنیم، دکتر رو سه خطه کردیم. معجزه بود صحبتاش، معجزه بود. یعنی میدونی چرا؟ چون ایشون روانشناس بالینی هم خونده. با. هم روانشناسه، هم پزشکه، هم متخصصه. من نگران دکتر عزیز شما نبودم، من نگران خود شما بودم که شما چطوری داشتید اون ور خط برخورد میکردید با حرفا. من شنونده شده بودم و حالم هی داشت خوب میشد. اولیش داشتم میلرزیدم، بله اولیش داشتم میلرزیدم، ناراحت بودم که حالا به این عزیز من آقای دکتر کاراندیش چطوری میخواد این بیماری رو بگه. انشالله که حالشو خوب بشه، انشالله با همین انرژیای مثبت، با امید، امید، امید و دعای مردم روز به روز داره بهتر میشه همه چیز. ولی میخوام بگم نقش یک پزشک، نقش یک روانشناس، ما هر کدوممون میتونیم یک نفر، میلیون ها نفر رو نابود کنیم، میتونیم کمک بکنیم. موضوع اینه که تو دایره خودمون خوب باشیم، همین دایره‌ای که به ما دادن، میلیاردها جمعیت، هی فکر نکنیم کاری از دست من بر نمیاد، میتونیم، هر کسی میتونه. درست درست. و همینجا تشکر میکنم از دکتر کاراندیش عزیز و اینکه میگید مثبت. خلاصه ما یه نفر رو معرفی کردیم، یه پزشک، ایشون نگفت نه، ولی گفتش که مواظب باشیم که مسئله کار و تجارت و اینا نباشه دیگه. من متوجه شدم که خب جای ایشون اینجا نیست. آها. میدونی خیلی کنترل قشنگ دارن توی برنامه ها. شوخی پول نکنن فقط. آره. آها شوخی پول، مسئله پول خوبه ولی آره در کنار خوبی. الان من مثلا دکتر جوادی رو دارم باشون صحبت میکنم و ایشون هم یکی از بهترینای سیتی آف هوپ هستن. بله. که دیگه شما هم کاملا میشناسینشون. من در تپش با ایشون آشنا شدم. بله. سالای اول که الان رفتم به ایمیل ها مراجعه کردم، 2011 بود که سوالاتی راجع به کانسر و سرطان از ایشون پرسیده بودم، ایمیل کرده بودم و باشون برنامه داشتم. الان خوشبختانه یکی از متخصصین. بله. و مسئولین بزرگی هستن که رئیس خود FDA باشون نشست داشته، تمام تلویزیون آمریکایی باشون اینترویو داشتن، توی نتفلیکس. ما زودتر کشف کردیم شما زود. همیشه همینطور بوده اگه یادتون باشه. کشف شما خوبه. yes. اگر الان میبینید مثلا گوینده هایی که در فاکس هستن از جمله شیرین رجایی عزیزمون، دیگران، دوستانی، همه یه جورایی رد پاشون از اول از تپش بوده. بله. و اینم هم دکتر جوادی عزیز، حالا دوشنبه ما باشون برنامه داریم در تپش. خوب. در تپش نه در رادیو قاصده، در تپش. در تپش. ای تو رو خدا. در تپش برنامه داریم. سلامش برسیم. حتما من و دکتر کوژان باشون یه اینترویو داریم به خاطر اینکه نویدهایی دارن از دنیای تکنولوژی که داره کمک میکنه به دنیای بله. کانسر. خوندم. بله. یه مطلب جدید خوندم درباره کانسر و اینکه یک کشف جدید یا یک حرکت جدید برای بیماران سرطان که میتونه میلیون ها نفر رو نجات بده. انشالله. باعث خوشحالی بود این مطلبی که خوندم، اتفاقا باعث خوشحالی بودش
و حالا برای شما هم دارم فرستادم برای شما یا نفرستادم؟ نه بفرستین حتما بخونم باشم. ببینید یه زمانی وبا تا اون نمیدونم آبله اینا آدم ها رو میکشت، الان سرطان هم همینه. اگر بدونیم اطلاعات بگیریم و بدونیم به کجا، الان یک جایی هستش در که ایشون باش کار میکنن در نیوجرسی که به اندازه زمین فوتباله، من ندیدم، ایشون تعریف میکرد که هر دستگاهش میلیون ها دلار قیمتشه که ژن شما رو، حالا چه کانسر دارین چه ندارین، ژن شما رو میبرن اونجا و از نظر ژنتیکی میگن اصلا شما این ژن کانسر رو دارین یا ندارین. و کسی که این ژن رو داره باز میبینن که خانوادهش داره یا خواهد داشت یا نه، یعنی به قدری پیشرفت کرده و به قدری وقت از روی ژن داروی مخصوص اون فرد رو بهش میدن، نه داروی مخصوص اون سرطان. مثلا سرطان پس چطوری آدم ها رو میخوان بکشن؟ کجا؟ یعنی بالاخره چی میشه؟ این همه آدم ها عمرشون طولانی بشه کره زمینی که میخورن اینا؟ نه مرگ طبیعی. من کسایی رو داشتیم، عمه پدر من 104 سال به مرگ طبیعی رفت. خب مرگ طبیعی وقتی بیاد، ببینید خداوند به نظر من، حالا به هر کس اعتقاد دارین، طبیعت، خداوند، اون زندگی که به ما داده شده هدیه، باور کنین الان ثابت شده تا 150 سال ما میتونیم عمر داشته باشیم. خب داستان اینه که خودمون داریم کره زمین این همه چیز نداره، این همه گاو و نمیدونم کربنی که تولید میشه و تمام این مسائل و گاو و گوسفند و اینها و این جمعیت، این کره زمین رو داره منفجر میکنه. به خاطر روشمونه، لایف استایل. اگه لایف استایلمون تغییر بکنه، درست کنن. نعمت اینقدر توی زمین فراورده هست، ذخایر هست، به قدر 3 برابر هم این جمعیت بشه 10 برابر هنوز نعمت هست. منتها ما خرابکاری میکنیم به خاطر طمعی که داریم، به خاطر اشتباهاتی که میکنیم. لایه اوزون، مگه از اینجا تا اورنج کانتی که بریم میرسیم به لایه اوزون؟ اینقدر نزدیکه، داریم نابودش میکنیم. برای همین امیدوارم که عمر طبیعی همه داشته باشن، سالم، و خودمون با سیگار و مشروب و هرس و جوش و طمع و اینا، وگرنه عمر طبیعی واقعا عمر طولانیه. بله عمر طولانی هستش که باید مراقبتش کرد دیگه. باید مراقبت. از این طرف هم من به ژن که شما گفتید خیلی اعتقاد دارم، چون یکی از تعریف که گفت آقا ما دوستمون که برای من هم اتفاق افتاد دیگه، دوست من نه مشروب میخورد نه سیگار میکشید، ورزش میکرد، میدوید، تمام مدت تو زمین فوتبال بود، هیکل درستی داشت، 40 سالگی بمب، خدافظ شما. آخه تو زمین فوتبال شما بیشتر از من بودی، من که میکنم، ولی اینقدر هرس میخورن، اینقدر به هم داد و فریاد میکنه، همون کورتیزول، کورتیزول دیگه، همون ترشح میشه تو بدنشون، آرامش ندارن. اگر ورزش میکنی هدفت آرامشه باشه و برد و باخت نباشه، اون برد و باخت نابودش میکنه، بستگی به نگاه به ورزش هم داره. کاملا. برای همینم باید یه کسی بوده آه فلانی سیگار میکشه، نمیدونم مشروب میخوره، همه کار میکنه، 100 سال هم عمر کرده. میشه 150 اگه نکشه. اگر نکشه گفتم گفتم اون آدم اگر نکشه 10 سال هم بیشتر عمر میکنه، به خاطر اینکه این ازش. ولی خب یکی که 100 سال هم عمر کنه دیگه راضیه دیگه، من فکر کنم. نه به خود راضی نیست. نه ما داریم دیگه. الان تصویری رو من دارم از خانم 96 ساله که اگه اجازه بدین بچه‌ها پخشش کنن. من الان 96 سالم شده، سعی میکنم که وا ندم. 96 سال شده که شده باشه، به من چه؟ من سعی میکنم فعال باشم و تا حد مقدور هستم. شب شعر داریم، شعر، من با شعر میخوابم، با شعر بیدار میشم. شعر که خدا کنه همه ما ایرونی ها قدر شعر و شعرامون رو بدونیم. یعنی این یک چشمه لایزال فرهنگ ماست که در ما میجوشه و ادامه پیدا میکنه. این از شعر. و اما کار دیگه که میکنم کار دستیه، چون من توی کودکستان، توی باغچه اطفال در تبریز 1304 به دنیا اومدم. من در مدرسه دنیا اومدم. من با کار دستی های پدرم و مادرم بزرگ شدم و الان دلم میخواد که بعضی از کار دستی هامم به
بهتون نشون بدم. خب دیدین بله. ایشون میگن من 96 سالمه بله. فانم اینه که شعر با شعر و دیگه داستان نویسی و کارهای هنری دستی و اینا ببینید با شعر به اینجا رسیده. دیدین که گفتش که عمر من شده 90ش. خب بشه به من بله. من دارم زندگیمو میکنم و راحتم. اینه که نگاه به زندگی خیلی خیلی مهمه. درسته آدم سنش هم میره بالا، این خوشمزگی ها هم داره، نگاهش عوض میشه، خیلی چیزا که اذیتش میکرد دیگه اذیتش نمیکنه. کاملا. مثلا حالا نرفتن به یه مکان، یه نوع لباس، سفر، چیزایی که جوانتر و اذیت میشن وقتی سن میره بالا بیشتر آه. درونی خوشحال میشی. خیلی خوبه. ریسرچانش میده سنتون بالا میره ناراحت نشین، خوشمزه تر و خوشحال تر خواهیم. نه دیگرشتون عوض بشه، بگه بخواهیم همونطوری بمونی نمیشه. چند روز پیش صحبتی میکردم، یکی گفت من خواهم ماشین بوستنگ بخرم، اون یکی گفت من خواهم کوروت بخرم. اینا همشون سنشون از منم بالاتر بود. نه بابا. بعد یک کسی میگفتش که خب آخه طرف که میخواد ماشین رو بخواهم مستنگ مال اینا نگودم. اتفاقا ماشین مستنگ مال دو گروه آدم بودش. گفتم چیه؟ گفتم یا مال کسی بودش که سنش 18-19 سالش بود تو زن... یا آدمایی که بالای 60 سال بودن، چون اون 18-19 سالگی اون تجربه رو نکردن، حالا در سن بالاتر میخوان اون تجربه رو داشته باشن. برای همین مهم نیستش، ایرادی نداره، فقط تنها مسئله که وجود داره اینه که شما اگر مستنگرم سوار میشید باید مستنگ سوار بشید، چون دوست داری مستنگ سوار بشید، ولی سنت عمل بکنی به اندازه سن دماغ خود. این مستنگ هم چیز سواشی بدن بری دور دور شمار تلفن هم بدی و بگیری، نه شمار تلفن بدی و بگیری، نه مستنگ رو سوار میشی چون دوست داری مستنگ سوار شی. فراری سوار میشی چون دوست داری فراری سوار بشی. فراری سوار نمیشی که باهاش بخوای تلفن رد و بدل بکنی. هر کاری یه سنی داره، یه فضایی داره. آره زود زده میشه آدم سن بالا، وقتی یه کاری میکنه حالش از درون خوب نیست. یعنی چون میدونی دیس هارمونی میشه. درسته. مثل اینه که شما لباس مثلا 18 سالگی تو بپوشی ممکنه تو تنتون جا بشه ولی خودتون راحت نیستی. کاملا موافقم، چون جای خودشون نه رو تنم جا میشه نه راحتم دوش دیگه. نه آره ماشاءالله. من دلم میخواد یه برنامه باشه من و شما و ویدا جون. آره با هم دیگه ستایی؟ با هم دیگه ستایی نمیتونی شما ریکوست. شما سخته بخاطر که نوع برخورد شما، اگه ما بخوایم با سیستم شما آره با ویدا شما، ولی بخوایم ما ستا باشه اون موقع شما چون سیستم شما یه خورده فرق کنه استایل. نه من کامل میشم با ویدا جون، چون که آها. یه جایی میخوام یه حرفایی بهشون بزنم شوخی کنم نمیتونم. بعد بعد ویدا شوخی ویدا جون شوخی کنه مثلا الان میگین هیکلم و اینا، اون ویدا جون اگه بود آخه من ویدا جونم اگه بودش من یه جور دیگه باش برخورد میکردم. برای همین منم با هر کسی بذار خودش رفتار میکنم. من سعی میکنم که شکل اون شخص بشم. دنیا اینه. آره بله که اونطوری باشه. ولی خوشحالم چون نوعی برنامه‌ای که من شما با هم دیگه اجرا میکنیم فرق داره با برنامه‌ای که با ویدا اجرا میکنم یا برنامه‌ای که با حسین اجرا میکنم. برای همینم دوست دارم هر چندی یک بار هم که شده این دیدار رو داشته باشیم، این شیوه و نگرش رو با هم دیگه تمرین کنیم و یه سیستم توتالیتی دیگه ای باشه توی این کار. این اتفاقتون رو خیلی دوست دارم و دیشب اتفاقا یعنی با هر کسی میشینین کنارش، حالا در مورد فیلم باشه در مورد هرچی، خب چون کارتونه دیگه میدونیم، یه کلاب هاس بود که من از ایشون خواهش کردم که برنامه‌ای داشتن نتونستم بیان، ولی ذوق کرده بودم همه از شما حرف می‌زدن. مثلا یه چند تا از مجریای ایران بودن، مجریای ورزشی شناخته شده، یه چند نفر از اینجا بودن، اینا صحبت می‌کردن یاد اون نوارای شما رو می‌کردن، می‌گفتن که یواشکی از خونه به خونه می‌دادیم اول انقلاب که خوشحال بودیم که نوروز بیاد، که اون یه دم هنوز با اینا دارن یعنی اتفاقا حالا از ریسرچ میگم یه ریسرچ دیگه هم شده بود که نوستالژیا رو ما همیشه میگیم، مثلا من خودم همیشه میگم من تو گذشته نیستم همش تو آیندم، ولی میگفت نوستالژی هم خوبه چون آدم ها رو به هم نزدیک اصلا میکنه. ما ایرانی ها به خصوص ما ایرانی ها با نوستالژی زندگی میکنیم. اکثر دوستان هنرمند من به خاطر همچنان مطرح هستن چون مردم ما نوستالژی رو دوست دارن. آره به هم نزدیک میشن. یادتون باشه مردم ما اینقدر نوستالژی رو دوست دارن که با گذشته لذتی میبرن از گذشته، چون لذت گذشته شیرینی داشتند.
آره. چون گذشته شیرینش شما وقتی که آهنگ مثلا گوگوش داریوش اینا رو گوش میکنید، چون شما رو برمیگردونه به اون گذشته، برمیگردونه به اون فیلم ها، برمیگردونه به جاده کندوان و تمام اون مسائل و اون روزهایی که پدر مادرای ما داشتن، شاید نسل امروزی اونقدر چیز نداشته باشه، ولی اینایی که برمیگردونه یه حس دیگه ای داره و یه حال وصلمون میکنه کاملا. مثل اون چایی و اون آخه چایی مثلا ما میریختیم تو نلبکی میخوردیم، یادتونه شما؟ نه من متاسفانه نخوردم اونجوری. چایی استکان نلبکی میگفتن. ما مثل آدم حسابی از چای میخوریم. ببخشید منظورم شما نبوده. همه دارن استکان نلبکی دارن. میگم بیده جونا من میخوام، شما باورتون نمیشه. استکان نلبکی بعد مثلا همون به هم نزدیکی بود. نلبکی میریختن. خب فوتش میکردیم که زود بخوریم. میدونی زودتر سرد میشد. بعد عکس شو عباس و اینا هم روش بود. خیلی اینا نوستالژی. هنوزم که میبینم پاک کنایی که استفاده میکردیم خودکارا اینا، ولی من یه بغض خاصی میگیره منو. اونا رو دوست داشتم. دوست دارم ببینم ولی نمیدونم، غمگینم میشم، غمگین خوشمزه که وصلم میکنه به گذشته. ولی خب ماها جزو نسلی هستیم که این جالبی که هم تلفن با دست رو تمرین کردیم و تو خونه، هم تو خیابون ها وقتی گیر میافتادیم میدویدیم دنبال تلفن عمومی میگشتیم، هم امروز با این صنعت امروز آشنا هستیم. اینم جزو خوششانسی بعضی از ماها هستن که هر دوتا رو تجربه کردن. درسته. برای همین هم میتونیم دربارش خیلی حرف بزنیم. مرسی زهرا. مرسی خوش که خوش گذشت به من بود. در این برنامه رو دیگا صدک رو روی اپ استور میتونید دانلود بکنین، روی فارسی هم هست، رادیو فارسی که تمام رادیوهای ایرانی هست بسیاره. اونم در کنارش هست، ما در خدمتتون هستیم با کارشناسان. بسیار عالی زهرا.